سلام، اینجا پلاتو و ما با یک ویدیوی دیگه همراه شما هستیم. ریحانه که هفته پیش از تجاوز سیاوش اسعدی در سن 16 سالگی به اون خبر داده بود، حالا امروز جزئیاتی از آشنا شدنش با اسعدی رو منتشر کرد. از طرف دیگه خبرنگاری در این مورد توضیحات بیشتری میده و از تجاوزهای دیگه اسعدی افشاگری میکنه. پس اگر تمایل دارین از این ماجرا هم با خبر بشین، با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشین. اما قبلش فراموش نکنید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشین. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد با لایک و کامنت هاتون ما رو حمایت کنین. چند ماه پیش ریحانه پارسا با انتشار پستی خبر داد که در سن 16 سالگی مورد تجاوز قرار گرفته، اما هیچ حرفی درباره شخص متجاوز نزد. چند وقت بعد از انتشار این خبر ریحانه دوباره پست گذاشت و این بار به همه اعلام کرد که کسی که به اون تجاوز کرده سیاوش اسعدی، کارگردان معروف سینما و همسر نورا هاشمیه. انتشار این خبر با واکنش‌های مختلفی همراه بود. عده‌ای می‌گفتن که این خبر واقعی نیست و ساخته ذهن ریحانه است برای بیشتر دیده شدن. خیلی‌ها هم بر این باور بودن که این خبر واقعیت داره و این اتفاق تلخ واقعا برای ریحانه افتاده. اما ساعتی پیش ریحانه پارسا ویدیوهایی از خودش منتشر کرد که جزئیات بیشتری از ماجرای تجاوز اسعدی به اون رو بیان میکنه. اون اول در این ویدیو اشاره میکنه که خیلی وقت ویدیو نذاشته و به این کار یه جورایی اعتیاد پیدا کرده و الان میخواد درباره پست آخر افشین پرورش صحبت کنه که اتفاقا در این پست جزئیات بیشتری از ماجرای این تجاوز ذکر شده. خیلی وقت در این ویدیو نگرفتم و من یک اعتیاد عجیبی دارم نسبت به اینکه بی واسطه بتونم ویدیو بگیرم و راجع به هر موضوعی که دلم میخواد صحبت بکنم، از جمله پست آخر افشین پرورش. قول دادم کات نزنم و راجع به این موضوع حرف بزنم. اما قبل از اینکه صحبت‌های ریحانه رو بشنویم، بریم و یه نگاهی به پست آخر افشین پرورش بندازیم و ببینیم که ایشون کی هستن و چی گفتن. افشین پرورش خبرنگار تحقیقاتیه که پستی درباره موضوع تجاوز سیاوش اسعدی به ریحانه پارسا رو منتشر کرده که در ابتدا توضیح میده اصلا این دو نفر چطوری با هم آشنا شدن. اما چون ریحانه خودش بیشتر در مورد جزئیات آشناییشون توضیح میده، از این قسمت رد میشیم و میریم سر باقی توضیحات که بیشتر در مورد آزارهایی که ریحانه از طرف اسعدی دیده. افشین پرورش در بخش از صحبتاش می نویسه اسعدی در طول این مدت بازی‌های روانی خطرناکی رو با پارسا انجام داده. آزارهای کلامی و تحقیرهای مداوم و تهدید مکرر به حذف پارسا از پروژه، تغییر خلق‌های بی‌دلیل و تنها جهت ایجاد امید در دل این نوجوان و ناامید کردن در لحظه اون، تماس‌های تلفنی و پیامک‌های ناگهانی شبانه یا بامدادی برای شوک دادن به اون و صد البته تعرض. اسعدی به طور مداوم اقدام به تعرض و لمس بدن این نوجوان 15 ساله کرده و عمدتاً این کار رو در محیط‌های انجام داده که هر گونه صدایی موجب جلب توجه دیگران می‌شده. از این رو پارسا با وجود فشار روانی شدیدی که به اون وارد می‌شده، از شرم و ترس از آگاه شدن دیگران و همینطور از بیم حذف شدن از پروژه جرأت اعتراض پیدا نمی‌کنه. این کارهای اسعدی به حدی پارسا را اذیت میکنه که اون دختر پرشور و اشتیاق رو تبدیل به فردی افسرده، عصبی و پرخاشگر میکنه و به مرز فروپاشی روانی میرسونه. ریحانه بعد از تعطیل شدن پروژه دیگه به دفتر اسعدی بر نمیگرده و به همین دلیل اسعدی با نفوذی که داره مانع قرارداد بستن دفترهای سینمایی با ریحانه میشه و تهدیدها و تماسهای تحقیرآمیزش رو ادامه داده تا وقتی که ریحانه به دروغ اعلام میکنه که با مهدی کوشکی ازدواج کرده. در ادامه افشین پرورش از تجاوزهای دیگه اسعدی خبر میده و میگه که برای تست بازیگری فیلم سال تحویل، اسعدی بدون اطلاع نورا هاشمی و دیگر عوامل پروژه در اینستاگرام صفحه‌ای باز میکنه و پستی میذاره که از دخترها و نوجوانان برای همکاری دعوت میکنه.
اسعدی با تمام دخترهایی که از این طریق با اون تماس گرفتن در مکانهای غیر از دفترش مثل دفاتر یا منزل بقیه دوستها قرار گذاشته و دو نفر از این دخترها اعلام کردن که اسعدی اونا رو به چالوس برده و بهشون تجاوز کرده. این توضیحاتی رو که اشاره کردیم بخشی از پست این خبرنگار بود و الان نوبت میرسه به ویدیوی ریحانه که در مورد این پست توضیحات تکمیلی میده. البته ریحانه اصلا به اصل ماجرای تجاوز یا آزارهایی که دیده اشاره نمیکنه و فقط توضیح میده که چطور با این کارگردان آشنا شده، چطور برای این نقش انتخاب شده و جزئیات قرارداد و دستمزدش به چه صورت بوده. مهر سال 94 بود، من توی هنرستان سوره سال سوم هنرستانم بود، سوم تئاتر نمایش که توی سوره داشتم درس میخوندم و سودای بازیگری و بازیگر شدن از ادامه همه این سوداهایی که توی سرم بود. یک چهارشنبه روزی نورا هاشمی و نوشین تماسبی میان دارم مدرسه سوره دنباله دختر نوجوان 15-16 ساله‌ای که بتونه نقش فیلمنامه‌شون رو بازی کنه و من به طور اتفاق به جای در همیشگی که مدرسه بیرون رفتم اون یکی در رو انتخاب کردم و از در مدرسه رفتم بیرون. نورا هاشمی و نوشین تماسبی دم در مدرسه بودن دنبال همین دختر که منو دیدن. از قضا حال من خیلی بد بود، فشارم افتاده بود، اصلا یه حال عجیبی داشتم، نمیدونم چم شده بود، سرم خورده بودم، چی بود. منو دیدن، شماره منو گرفتن، توی دفترشون نوشتن که من برم دفترشون بابت این فیلم صحبت کنم باشون که اگه مثلا بشه بتونم بازیگر اون پروژه بشن. اسم فیلم سال تحویل بود، 24 مهر سال 94. من رفتم دفتر، جمعه شبی بود، با پدرم رفتم دفتر و بر اساس تماسایی که گرفته بودیم آدرس سمت ونک بود، دفتر بشرا فیلم بود، پیش تولید پروژه سال تحویل. رفتم دفتر با پدرم صحبت کردم با آقای سیاوش اسدی، نورا هاشمی اونجا بود و در نهایت اون بحثا که پدرم توی اون جلسه بودن گفتن که از فردا تمرین شروع میکنیم، تو بیا سر تمرین، بیا دیگه، بیا شروع کنیم تمرین کردن که ببینیم که برای این نقش مناسب هست یا نه. من رفتم از شنبهش، یعنی فرداش از مدرسه رفتم خونه، حاضر شدم، رفتم دفتر، شروع کردم به تمرین کردن. این روزی که میگم شنبه است و من چهارشنبهش بهم گفتن بابات بگو بیاد. خلاصه اون چهارشنبه پدر من اومد و بعد بهش گفته بودن که چون بازیگر جدیده ما بهش پولی خب نمیتونیم بدیم، هم که داریم باش تمرین میکنیم و قراره که نقش اول این فیلمو بازی کنه میشه بازیگر سینما دیگه، خب چی از این بهتر، ما دیگه پولی نمیتونیم بدیم. پدر من اینو به من گفت، از اونجایی که من خیلی ذوق این فیلمو داشتم گفتم بابا اصلا چه حرفی میزنی، معلومه پول نمیدن، اوکی من میخوام باشم، من میخوام سر این پروژه باشم، حل هر اتفاقی که میفته اوکی هم. بذار که ببندیم این قرارداد باشون، ببند، من میخوام بازی بکنم. پیچی یه قراردادی امضا کردیم که من قراره که بازیگر این پروژه باشم، در ازاش پول دریافت نمی کنم، یعنی این اون قرارداد بود و تا مهر سال 95، بهمن سال 95 من بازیگر این فیلم هم تا سالی که قرار بود مثلا بره جشنواره و اتفاقاتش بشه و من اجازه حضور تو هیچ پروژه ندارم تا بهمن 95. از همه چیز بگذریم، این پروژه اسفند همون سال نشد، پروژه خوابید. یک 10-11 جلسه فیلم برداری کردم، من آفیش نشدم، پروژه خوابید و اتفاق نیفتاد و خب 6 ماه من سودای این تو سرم بودش که نقش اول یه فیلم سینمایی دارم بازی میکنم و این فیلم قراره که اکران بشه، قراره من بازی کنم، قراره بازیگر بشم، قراره که ورود کنم به عرصه سینما. نشدن این فیلم، خوابیدن این فیلم، هنوز وارد حواشی نمیخوام بشم، برای من به شخصه این رو داشت که خب من جهان روی سرم خراب شده و هیچ چیز به جز این که اگر اون فیلم میشد من آدم خوشحالی بودم برای من نمیتونست معنی داشته باشه، چون من بودم و یک دنیا آرزو که نشده و فیلم خوابید. البته همونطور که گفتیم ریحانه از جزئیات اصل ماجرای تجاوز چیزی نمیگه و فعلا صحبتاشو در حد نحوه آشناییش خلاصه میکنه، اما نهایتا توضیح میده که در آینده ویدیوی کاملتر از جزئیات این ماجرا رو منتشر میکنه.
برای تمام اتفاقاتی که حاشیه این متن اصلی بودش که توی این روزگار به من گذشت، اون روزی که متوجه شدم چه اتفاقی حقیقتاً واسه من روحم و جسمم افتاده، یک ویدیوی خواهم گرفت که خیلی اساسی راجع به خیلی موضوعات به شکل تلنگر، به شکل یادآور از یک سری لحظاتی که من گذشته حرف میزنم. تنها چیزی که دلم خواد واسه این استوریا بگم اینه که لطفاً 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 قدر جوهره وجودتون رو اون شکلی که هست بدونین تو هر سن و هر شرایطی که هستین. شما به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان نیازمند این نیستین که توانایی هاتون زیر سوال بره که در جایگاهی شمرده یا دیده بشین. لطفا قدر خودتون رو بدونین و خودتون رو دوست داشته باشین. مرسی.